سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک. این هفته میخواستم یک آپدیتی بدم راجع به نشال گس. من یکی دو تا پوزیشن گرفتم هفته پیش روش، هنوزم پوزیشن ها باز هستن. به نظر میاد که نشال گس حتی اگر پایین رفتنی هم داشته باشه، به قولی قیمتش پایین بره، ولی دیگه آخرهای سایکل بلند مدتش هست و ما انتظار داریم که دیگه سایکل باتم دیگه زده باشه و آرام آرام قیمت به سطوح بالاتری برسه. و به نظر میرسه که نچرال گس امسال سالی باشه که برای کسانی که میخوان ترید بکنن سال جذابی براش باشه، حالا چه به لحاظ بالا رفتن و چه به لحاظ پایین اومدن قیمت. اتفاقی که افتاده توی حالت فاندامنتال، حالا قبل از اینکه به چارت بریم، به دلیل اینکه عرضم به خدمتون اتفاقی که در ماه می افتاد و قیمت به شدت پایین اومد، بسیاری از تولید کننده های نفت و گاز کلن از بازار خارج شدن و کلن ورشکسته شدن. تعداد ریگزون ها یا چاه های نفتی آمریکا به شدت کاهش پیدا کرد و تعداد دریلینگ یا استخراج و همچنین فراوری نچرال گاز هم کاهش پیدا کرده و به نوعی با نیم فصل دوم، یعنی نیم سال دوم بگیم، اینجوری بگیم بهتر هست، نچرال گس وارد فاز تازه ای از عرضه و تقاضا میشه و به دلیل کاهش قسمت عرضه، تقاضا چون مثل سالهای گذشته هست، پس انتظار داریم که ما کاهش عرضه رو داشته باشیم. توی فاندامنتال عرض میکنم خدمتون و اون شکوفایی عرضه‌ای که داشتیم در دو سه سال گذشته رو نداشته باشیم امسال. باید دید که واکنش بازار چی هست، ولی اون چیزی که تا به امروز مشخص این هستش که ما برای نیم فصل دوم عرضه کمتری داشته باشیم نسبت به سال گذشته حداقل، و باید ببینیم که قسمت تقاضا به چه صورت کار میکنه. خب بریم روی چارت ببینیم که چارت به ما چی میگه، بعد خدمت شما اونجا بیشتر توضیح میدم. خب این نمودار هفتگی نشال گس هست، نمیدونم، فکر کنم یک بار من نشون دادم خدمت شما، الانم باز هم دوباره دارم مرور میکنم، فکر دو سه هفته پیش بود که نشونتون دادم. این محاسباتی هستش که من کردم و بر اساس این محاسبات من نهایتا فکر میکنم که ما تا انتهای آگست ما روی این رنج قیمتی باشیم نهایتا، و بعد از اگر زودتر بالا نریم و در ابتدای سپتامبر، یعنی هفته دقیقا بعد از لیبر دی میشه فکر میکنم، تعطیلات آخر سپتامبر، ما فکر میکنم از هفته دوم سوم سپتامبر شروع میکنیم به پیکاپ کردن قیمت و قیمت به این سطح 2.5 تا 2.78 برسه. توی این سایکل بلند مدت هستش، این یه محاسباتی هستش که حالا من انجام دادم، باید ببینیم که به چه ترتیب پیش میره. اما بریم توی چارت 4 ساعته رو من میخواستم نشونتون بدم. چارت 4 ساعته کاملا مشخصه که ما یک واگرایی مخفی رو ما داریم، البته این RSI روی MACD، ما یک واگرایی مخفی رو داریم بین این قله و این قله که داره شکل میگیره و میتونه قیمت رو تا حدود ارزم به خدمتون 170 دلار بیاره بالا و از اونجا مجددا قیمت پایین بره. شما چارت اگر نچرال گس رو ببینید خیلی چارت چاپیه، یعنی اصلا نمیشه ترند درستی توش رسم کرد، به خاطر اینکه اصلا ترند نیست، بازار ترند نیست. الان اینجا ببینید یک بار نچرال گس اومده، عرضم به خدمتون این ترند رو خیلی خوب قشنگ کار کرده، ولی اینجا شکسته، به پایین شکسته، حتی بار دوم هم که این ترند شک گرفته، بار سوم هم رو سورپرایز کرده خود من رو و اینجا من پوزیشن گرفتم و استاپ هم خورد، هرچند که بعدش مجددا ما تونستیم جبران بکنیم توی رالی بعدی، ولی خب اینجا جایی بودش که من انتظار داشتم مثلا نچرال گس برگرده بالا، ولی این خیلی چنل خیلی شیک و ترتمیز رو شکست و نشون داد که نسبت به سطح 200 SMA خیلی مقاومت داره و اگر این سطح به هر طرفی باشه نچرال گس تو طرف اون بازی میکنه و الان هم زیر سطح 200 SMA هست. اما با توجه به این روند سایدویزی که زده، SMA تمام مووینگ اوریج حالا به هم نزدیک شدن
و شکستن این موینگ اوریج به سمت بالا توی این حالت بیسینگ فورمیشن میتونه برای ما نوید یک پرتاب قیمت مجددا به این سطح بالایی رو داشته باشه. اما ما واگره مخفی رو داریم و احتمالا قیمت بیاد دوباره من مجددا تا سطح همین 200 SMA بیاد 1.70 و مجددا ما نزول داشته باشیم. بعد این اینا دیگه قدیمی هست، انتظاری بوده که قیمت برسه به اینجاها و یک بار هم رسید. این پرایس اکشنی هستش که نشون میده که این سطح دیمند توی این نقطه کاملا ولید بوده، یک بار تست شده، بار دوم مجددا با قدرت خیلی خیلی ضعیفتری بالا رفته، دیگه این سطح به نظر من کیفیت خودش از دست داده. اگر نشرو گس بخواد پایین تر بیاد، دیگه این سطح به نظر من باید مورد بررسی قرار بگیره. باید ببینیم که چه اتفاقی برای نشرو گس میفته. اما نوع فورمیشنی که توی سایکل هفتگی، من باز هم تاکید میکنم، توی سایکل هفتگی داره نشون میده به ما این هستش که ما یک حرکت چاپی رو داریم، واگرایی مثبت رو داریم روی قیمت، واگرایی مثبتش هم از اوورسولد شروع شده و این خیلی خوبه و تایمش هم تایم هفتگی هست، پس این میتونه به ما نوید بخش قیمت بالاتری رو بده. استوکاستیک که الان اوورباد شده، قیمت هم اینجا قرار گرفته روی یعنی زیر سطح 50 SMA. خب باید ببینیم که استوکاستیک عمل میکنه. قبلا که اینجا عمل کرد روی 200 عمل کرد و قیمت رو کاملا به پایین پرتاب کرد. الان من فکر میکنم هر اصلاحی میتونه یک فرصت خرید باشه با توجه به این حرکت چاپی که داره شکل میده. بعضی ها ممکن آرگیو بکنن بگن مجددا در یک ترند نزولی قرار گرفته. شما مثلا اگر این ارزم به خدمتون های ها رو به هم وصل بکنید مجددا برمیگن اینجا، من هنوز به نظرم زود هستش. این رو من خیلی حرکت رنج و سایدویز میدونم تا اینکه بخواد یک ترندی از توش در بیاد. هر ترندی قطعا شکست میخوره مثل این و چیز زیاد دیگه ای ندارم برای نشر گس بگم. کامودیتی خیلی جالبی هست، خیلی ها تریدش نمیکنن، خیلی ها حرکت خاص خودش رو داره، اصلا قابل پیش بینی نیست. میگم این واقعا این چنل خیلی زیبا رو مثلا انتظار نداشتم بشکنه به پایین ولی شکست و بعد با سایکل هفتگی خودش پیش رفت. زیاد روی کوتاه مدت نمیشه روش مانوف داد، بعد با سایکل هفتگی خودش پیش رفت. ببینیم به چه ترتیبیه. من پوزیشن دارم اینجا توی محدوده و پایین تر و امیدوارم که سورپرایزم نکنه و استاپ من رو نزنه. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی پیش میاد. بیشتر از نترال گس براتون آپدیت میدم، حالا ببینیم که روند به چه ترتیبی پیش میره در این هفته. خوب و خوش و سلامت باشین، خدا نگهدار.